روز یک شنبه عراق مجدداً خواستار برچیده شدن اردوگاه الهول در سوریه شد و از کشورهای جهان خواست اتباع خود را از آنجا خارج کنند و در این حال نسبت به خطر ایجاد افرادگرایی و نفرت پراکنی هشدار داد. این مطلب را قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق در دیدار با استفان هیچن سفیر جدید انگلیس در بغداد در دفتر خود اعلام کرد. دفتر رسانه‌ای مشاور امنیت ملی عراق در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار خبرگزاری اخبار شیعه قرار گرفته است اعلام کرد در این دیدار مسائل کلی سیاسی و امنیتی در سطوح بین المللی و منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت و علاوه بر آن در رابطه با راه‌های تقویت و توسعه روابط همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت. این بیانیه می‌افزاید در این دیدار همچنین در رابطه با تحقیق در مورد پرونده‌های اردوگاه الهول در سوریه و اردوگاه سنجار و لزوم مبارزه با مواد مخدر و کنترل آن و همچنین تقویت هماهنگی بین عراق و بریتانیا در زمینه مبارزه با تروریسم گفتگو شد. بر اساس این بیانیه الاعرجی بر اهمیت برچیده شدن اردوگاه الهول سوریه به دلیل تولید نفرت پراکنی و افرادگرایی بر تشویق و ترغیب جامعه جهانی و اهتمام کشورهای مختلف برای خروج اتباع خود از این اردوگاه تأکید کرد. مشاور امنیت ملی عراق همچنین گفت عراق آرزوی همکاری و مشارکت بین المللی یا تعیین یک استراتژی بین الملل برای مبارزه با مواد مخدر را دارد، چرا که این مسئله باعث چالش جدیدی خواهد شد. سفیر انگلیس هم در این دیدار با ابراز خوشحالی از فعالیت در عراق اظهار داشت که به نوبه خود برای افزایش سطح همکاری‌های عراق و بریتانیا در زمینه‌های مختلف به ویژه همکاری در حوزه امنیت سایبری امیدوار است. حسین علیزاده کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن با ما هستند. آقای علیزاده سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبان برنامه. در اردوگاه الهول چه می‌گذرد که نگرانی مشاور امنیت ملی عراق را آن هم در دیدار با سفیر جدید بریتانیا برانگیخته است؟ بفرمایید. صدای منو دارید جناب دکتر؟ آقای علیزاده صدای منو دریافت میکنید؟ آقای علیزاده صدای منو دارید؟ بله الان دارم. بله سوال من دوباره تکرار میکنم، در اردوگاه الهول چه میگذرد که نگرانی مشاور امنیت ملی عراق را آن هم در دیدار با سفیر جدید بریتانیا برانگیخته است؟ بفرمایید. بله روشن هستش که عراق نگرانی هایی داره. برای بار اول هم نیستی نگرانی ها رو به مقامات خارجی و بین المللی منعکس کرده. علتش برمیگرده به اون ویژگی که این اردوگاه داره، اردوگاهی که در واقع تعداد بیشماری، یعنی تقریبا تا بین 50 تا 70 هزار نفر از اعضای خانوادگان داعش رو در خودش جا داده. پس بنابراین اینها زنها و کودکان باقی مانده از خانوادگان نیروهای داعش هستند. این اردوگاه در استان حسکه در سوریه قرار داره که بسیار نزدیک به مرز عراق هست و تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه قرار داره، نیروهایی که خیلی نزدیک به ایالات متحده هستند، در همکاری نزدیک با ایالات متحده است. نگاه کنید جمعیتی بالغ بر 70 هزار نفر فقط در این اردوگاه حضور دارن. کافیست که از این اعضای وابسته به داعش ادعی بتوانن اونجا فرار کنن، خودشون رو به خاک عراق منتقل کنن
و با توجه به افکار بسیار تند و افراطی و واپسگرایانه‌ای که گروه داعش داشته و در مقابله با ادیان و مذاهب دیگر، چه مسیحیان چه شیعیان، بسیار نفرت پراکنی کرده بود، به نظر میرسه که نگرانی دولت عراق نگرانی درستی است که از جمله این نگرانی رو امروز در دیدار با سفیر تازه منصوب شده بریتانیا در عراق اعلام کردند و اینکه آیا ترتیب اثری داده بشود بحث دیگه. بله آقای علیزاده، قاسم العرجی بر نقش نفرت پراکنی این اردوگاه دست گذاشته. منظور او از این موضع‌گیری علیه یک اردوگاه چیه؟ خب توجه داشته باشید داعش در دو کشور عراق و سوریه به اصطلاح دولت خودش رو تأسیس کرده بود، اما نقطه قوت داعش در خاک عراق بود، یعنی بیشترین سرزمین رو که در دست خودش داشت در عراق بود، تا حتی در مناطق کردنشین نزدیک ایران هم رسیده بودند. به هر حال سرزمین پهناوری رو در دست خودش تحت عنوان دولت اسلامی تأسیس کرده بودند. الان که یک چنین جمعیت پرتعدادی، نگاه کنید گفتم 50 تا 70 زن فقط خانواده های داعش در این اردوگاه، البته در جاهای دیگه هم مستقر هستن، قرار دارن، اون نفرتی که داعش نسبت به ادیان و مذاهب مختلف داشت همچنان در سینه اینها وجود دارد و بنابر اخباری هم که از داخل خود اردوگاه میرسد، جرم و جنایت و قتل عام و سربریدن حتی در درون اعضای خانواده ها اتفاق میفته، یعنی بسیار شرایط هولناکی در اونجاست که حتی کودکان خردسال رو مورد تجاوز جنسی قرار دادن، سرهاشون رو بریدن. و جالب اینه که این جمعیت بسیار از ملیت‌های مختلف هستن، حتی از ملیت فنلاندی هم در اون کشورهای اروپایی، مصری، از خیلی کشورها در اونجا هستن. از این جهت با توجه به اون نفرتی که در دل دولت داعش وجود داشت نسبت به ادیان و مذاهب و به ویژه در الان هم که به هر حال شیعیان در عراق قدرتی رو در دست دارن، دولت عراق به شدت نگران این هستش که این نیروها آزاد بشوند، فرار بکنن، به خاک عراق بیایند و دوباره هسته ها و سلول هایی که داعش رو در اون زمان تأسیس کرده بودن دوباره جان بگیره و خطر جدیدی برای عراق ایجاد بکنه. بله با تشکر از آقای حسین علیزاده که از شهر لندن با ما همراه بودند.